سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اکنون 19 هزار سانتریفیوژ در ایران وجود دارد گفته است نسل جدید سانتریفیوژ ها در حال ساخت است، اما تا قبل از اینکه به تولید انبوه برسند باید تمام تست ها روی آنها انجام شود. علی اکبر صالحی در اصفهان گفته است امروز جمهوری اسلامی ایران در چرخه سوخت قابلیت انجام تمام حلقه های سوخت از اکتشاف تا تولید سوخت اورانیوم را دارد. آقای صالحی پیش از این گفته بود ایران اطلاعات نسل جدید سانتریفیوژ هایش را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده است. موافقتنامه جامعه پادمان که ایران بر اساس آن اطلاعات نسل جدید سانتریفیوژهایش را در اختیار آژانس قرار داده، بخشی از مقررات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، میگوید علی خامنه ای بوی امام زمان میدهد. به گزارش رسا، آقای خاتمی در مشهد گفته است ما ولایت فقیه را نه تنها یک رهبر سیاسی بلکه جانشین امام زمان میدانیم و انسان معتدل کسی است که همراه ولایت فقیه باشد. امام جمعه موقت تهران همچنین به مردم ایران توصیه کرده مراقب باشند تا جلوتر از ولی فقیه حرکت نکنند، زیرا باعث گمراهی می شود و از ایشان هم عقب نیافتند زیرا هلاک خواهند شد. سردار مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، می گوید جنگ نرم گسترده تر و عمیق تر از جنگ 8 ساله ایران با عراق است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جزایری گفته است دشمنان با ترویج بی‌بندوباری به دنبال براندازی نظام هستند و مسئولان باید برای مقابله با این توطئه چاره اندیشی کنند. سردار جزایری در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته است مدیران نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی رهبری دارند، چرا که دشمن در تلاش است تا از شکوفا شدن اقتصاد ایران جلوگیری کند. محمد رضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را زشت‌تر از خونخواهی عثمان دانسته است. این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرده پتانسیلی که در قضیه قتل عثمان برای بهانه‌جویی و مخالفت داشت در قضیه ادعای تقلب در انتخابات 88 وجود نداشت. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، نیز امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه حوادث سال 88 را با جنگ تاریخی جمل مقایسه کرده است. آقای سعیدی در سخنرانی خود به موضوع کشته شدن عثمان نیز اشاره کرده و گفته عده‌ای به این بهانه در برابر حاکمیت اردوکشی کردند. محمد جعفر منتظری در مورد پیگیری اتهام تخلف سعید مرتضوی در دوره ریاست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری شاکی خصوصی این پرونده نیست گفته است اگر قرار باشد رسیدگی شود آنقدر شاکی از مرتضوی وجود دارد که احتیاجی به شکایت دیوان نیست. محمد جعفر منتظری همچنین با حمله به محمود احمدی نژاد وی را دروغگویی خواند که در زمان ریاستش بر قوه مجریه به صورت علنی قانون را زیر پا گذاشت و از سعید مرتضوی استفاده کرد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت که این نهاد از سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی شکایت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت اگر قرار باشد پرونده آقای مرتضوی رسیدگی شود آنقدر شاکی از وی وجود دارد که احتیاجی به شکایت دیوان عدالت اداری نیست. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه این شکایت را دنبال کند و زودتر به این پرونده رسیدگی شود. دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی و برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه ماموران، سازمانها و آیین‌نامه‌های دولتی تأسیس شده است که رئیس آن را رئیس قوه قضاییه منصوب می‌کند. منتظری در ادامه سخنان خود رئیس جمهوری سابق ایران را به دروغگویی و قانون شکنی متهم کرد. رئیس دیوان عدالت اداری در اشاره به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفت یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که متأسفانه آقای رئیس جمهوری محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت که ما آن زمان هم می‌گفتیم به قانون عمل کنید. آقای منتظری که در دیدار با مدیران دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری سخن می‌گفت افزود که وقتی مردم می‌بینند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قانون‌گریز و قانون ستیز است به چه کسی می‌توانند اعتماد کنند؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت که این فرد یک آدم متخلف و مجرم را خلاف قوانین سر کار می‌گذارد و وقتی دیوان عدالت اداری به او می‌گوید حکم ابطال شود قبول نمی‌کند. رئیس دیوان عدالت اداری از فرد خاصی نام نبرد، اما آقای احمدی نژاد در اواخر دوره ریاست جمهوری خود سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را که در ارتباط با پرونده کهریزک از کار معلق شده بود به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد که با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس و مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. آقای منتظری در ادامه اظهارات خود گفت دیوان عدالت اداری حکم می‌دهد که این کار خلاف قانون است، اما حکم را اجرا نمی‌کند یا مصوبه را طوری تنظیم می‌کند که دور بزند و حالا هم می‌بینیم که دارد گندش در می‌آید. رئیس دیوان عدالت اداری افزود این چیزی است که ما فریاد می‌زدیم و می‌گفتیم این فرد شایستگی تصدی چنین سمت مهمی را ندارد. این مقام قضایی شرایط ایران را با اخبار پیگیری یک پرونده فساد در ترکیه مقایسه کرد و با اشاره به استعفای چند تن از وزیران آن کشور به دلیل ارتباط فرزندانشان با این پرونده گفت من متن استعفانامه یکی از وزرا را دیدم و ظاهراً آن این است که به این دلیل استعفا کرده تا مقامات قضایی مانعی برای تعقیب نداشته باشند. وی اظهار داشت آن وقت ما میاییم یک آدم فاسد را سر کار میگذاریم و هر چه گفته میشود این آدم پرونده و محکومیت دارد توجهی نمیشود. رئیس دیوان عدالت اداری در پایان سخنان خود هم به انتقاد از حسن روحانی و دولت یازدهم پرداخت. منتظری با انتقاد از عزل و نصب ها در دولت یازدهم گفت متاسفانه برخی آقایان گفتند با داست نیامدیم، ولی عملا میبینیم شروع به درو کردن نیروها کردند. آمار عزل و نصب ها در دولت حسن روحانی آنطور که سایت محافظه‌کار مشرق نیوز گزارش کرده از مرز 2000 نفر فراتر رفته است. محافظه‌کاران تندرو در شرایطی از این تغییرات انتقاد می‌کنند که برخی از نیروهای برکنار شده از نزدیکان احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم بودند. این دست از محافظه‌کاران هم از وجود نیروهای ناکارآمد و فاسد در دولت احمدی نژاد گلایه می‌کنند و هم به دولت حسن روحانی به خاطر برکناری برخی از این نیروها در دولت یازدهم اعتراض دارند. در انفجاری مهیب در بیروت محمد شطح مشاور سعد حریری رئیس جریان المستقبل کشته شد. برخی منابع امنیتی لبنانی گفتند که این انفجار کاروان حامل شطح را هدف قرار داد. علی حسن خلیل وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد در این انفجار 5 نفر کشته و 70 نفر نیز زخمی شدند. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی اعلام کرد که این انفجار در مرکز بیروت به وقوع پیوست. نجیب میقاتی نخست وزیر دولت موقت لبنان ترور شطح را محکوم کرد. یک مقام امنیتی عراق گفته است که 4 خمپاره به اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران برخورد کرده که در اثر آن 2 تن زخمی شدند ولی کسی کشته نشده است. این در حالی است که شورای ملی مقاومت در پیامی از اصابت 10 خمپاره به اردوگاه لیبرتی خبر داده و میگوید که در این حمله دست کم 2 تن به اسامی بیژن تهرانی و سام زرقامی کشته و تعدادی زخمی شدند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که گروه شبه نظامی شیعه موسوم به مختار مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی را پذیرفته است. این خبرگزاری به نقل از فرمانده این گروه از شلیک 20 موشک کاتیوشا و خمپاره به اردوگاه لیبرتی خبر داده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق پیشتر در اردوگاه اشرف عراق ساکن بودند که اواخر سال 1390 در پی توافقی به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند. اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی تاکنون بارها هدف حمله قرار گرفته و شماری از ساکنان آن کشته شدند. سازمان مجاهدین ایران را متهم به دست داشتن در این حملات می کند. ایران تاکنون از این نوع حملات و نتایج آن استقبال کرده است. نمایندگانی از روسیه، آمریکا، چین و سازمان ملل روز جمعه در نشستی پشت درهای بسته در مسکو گرد هم می آیند تا جزئیات نقل و انتقال امن تسلیحات شیمیایی از سوریه را به بحث و تبادل نظر بگذارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از صدای روسیه، میخائیل اولیانوف، مدیر امور امنیتی و خلع سلاح وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت شرکت کنندگان در خصوص مسائل عملی گفتگو خواهند کرد.
تسلیحات قرار است که از خاک سوریه و از طریق دریا حمل شود و روسیه، چین امنیت نقل و انتقال این تسلیحات را به عهده گرفتند. به گفته اولیانوف، امنیت این ماموریت پیش از این با مقام‌های سوری و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید که جمهوری اسلامی اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو دو که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. سخنان آقای لاریجانی واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است که قرار است بهمن ماه برگزار شود. آقای لاریجانی همچنین با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و به ویژه درباره ایران گفت: آمریکایی‌ها باید گزینه‌های خود را در جیب بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. به تازگی اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کرد که مقامات ایالات متحده هنوز متقاعد نشده‌اند که حضور ایران در کنفرانس ژنو دو می‌تواند کار درستی باشد. اما در نقطه مقابل، علی لاریجانی تلاش می‌کند که این ماجرا را برای ایران کم اهمیت نشان دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی گفت کشورهای غربی خواستار عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو دو هستند و ما در جواب آنها می‌گوییم که ایران اصراری برای حضور در این مذاکرات ندارد. ایران متحد اصلی حکومت سوریه در منطقه محسوب می‌شود، در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و جمهوری اسلامی را به حمایت‌های نظامی از ارتش سوریه متهم می‌سازد. این اختلافات حضور ایران در کنفرانس ژنو دو را در ابهام فرو برده است. اگرچه دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان حضور نمایندگان ایران در این کنفرانس شده، اما هنوز دعوتنامه‌ای برای تهران فرستاده نشده است. علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به توافقنامه هسته‌ای ژنو نیز اشاره کرد که طرف‌های آن ایران و گروه پنج به علاوه یک هستند. به گفته او، از زمانی که توافقنامه منعقد شده، طرف‌های خارجی هر بار آن را تغییر دادند و سیاستمداران آمریکایی مرتکب اشتباه محاسباتی می‌شوند و گمان می‌کنند تهران به خاطر تأثیر تحریم‌ها تن به مذاکرات ژنو داده است. آقای لاریجانی اما به هیچ نمونه‌ای از تغییرات در توافقنامه ژنو اشاره نکرد، در حالی که دو دور مذاکرات برای اجرایی کردن آن تاکنون برگزار شده و دور جدید آن قرار است بعد از تعطیلات کریسمس میان کارشناسان دو طرف برگزار شود. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت ایران با تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته‌ای خود حسن نیتش را نشان داد، اما متأسفانه طرف‌های مقابل این مسئله را جور دیگری برداشت کردند. توافقنامه هسته‌ای ژنو ایران را متعهد می‌سازد که برای 6 ماه برنامه اتمی خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا را ادامه ندهد تا در ازای آن بخشی از تحریم‌ها علیه تهران رفع شود. این توافقنامه با انتقاد تندروهای جمهوری اسلامی روبرو شده است. لاریجانی در پایان سخنان خود هم با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه گفت آمریکایی‌ها باید گزینه خود را در جیب بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. رئیس مجلس ایران گفت تأکید آمریکا برای مد نظر قرار دادن همه گزینه‌ها درباره ایران از جمله گزینه نظامی بدل به ژست شده و این جمله که گزینه نظامی روی میز است ملت ایران و دیگر ملت‌ها را می‌خنداند. او گفته ایران به دلیل مجاهدت‌ها به قدرت منطقه‌ای بدل شده و سایر کشورهای منطقه به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی و رفاه بالا به دلیل نبود روحیه مجاهدت استقلال ندارند. آقای لاریجانی به آمریکا هشدار داده است اگر ما امروز در حال مذاکره هستیم به این دلیل است که اعتقاد داریم مسئله هسته‌ای ایران را شما سیاسی کردید و می‌توان آن را از طریق مذاکره حل کرد، اما هرگز تصور نکنید که میدان برای درخواست‌های نامشروع شما باز شده است. مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور این کشور تأکید می‌کنند که به رغم دستیابی به توافق 6 ماهه هسته‌ای با ایران، همچنان همه گزینه‌ها را در مواجهه با ایران مد نظر دارند. البته دولت آمریکا می‌گوید فعلا قصد دارد تا اختلاف نظرهایش با ایران را به ویژه بر سر برنامه هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک حل کند و از کنگره خواسته است فشار جدیدی به ایران نیاورد. در ایران برخی از محافظه‌کاران به رغم حمایت محتاطانه از سیاست خارجی دولت حسن روحانی می‌گویند
نمیتوان به قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا اطمینان کرد. تقیه نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید نگاه حمایتی به این سازمان موجب کسری 5000 میلیارد تومانی این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقیه نوربخش در جمع نمایندگان کارگری و اقتصادی شهرستان مرودشت گفت 38 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش خدمات این سازمان هستند. وی افزوده است تغییر 8 مدیر عامل در 8 سال آسیب‌های جدی به این سازمان وارد ساخته و در روند فعالیت تامین اجتماعی خلل ایجاد کرده است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرده است مطالبات این سازمان تا پایان سال به موقع وصول شده تا شرایط درمان بیمه شدگان تامین شود. حسن روحانی رئیس جمهوری تربیت دانش آموزان منتقد و آشنا به حقوق شهروندی را یکی از اصلی ترین وظایف آموزش و پرورش دانست. آقای روحانی در جمع شورای معاونین و مدیران کل استانهای وزارت آموزش و پرورش گفته است دانش آموزان ما باید بتوانند ضمن شناخت حقوق خود در جامعه از آن دفاع کنند و لازمه این امر ایجاد بسترهای مناسب برای آشنایی آنها به حقوق شهروندی و امکان نقد سالم و سازنده در کلاس‌های درس است. و با اشاره به تهیه پیشنویس حقوق شهروندی از سوی دولت گفته است مطالبات مردم در این زمینه روزافزون است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید 9 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت کشور بی سواد هستند. خبرگزاری فارس امروز جمعه به نقل از این مقام آگاه دولتی مجموع افراد بی سواد و کم سواد کشور را همکنون 19 میلیون نفر اعلام کرد. علی باقرزاده گفته است در سرشماری سال 90 شمار افراد باسواد کشور به 85% جمعیت بالاتر از 6 سال رسیده است. جمعیت ایران بر اساس سرشماری سال 90 کمی بیش از 76 میلیون نفر اعلام شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید دولت تاکنون نظر خود درباره فیسبوک و استفاده سهل از آن را مشخص نکرده است. و در پاسخ به این سوال که برخی این انتقاد را مطرح کردند که چرا اعضای کابینه دولت به راحتی و بی سر و صدا از خطوط قرمز عبور میکنند و عضو شبکه‌های اجتماعی میشوند گفت درباره رفع فیلتر فیسبوک کمیته تعیین مصادیق مجرمانه باید تصمیم گیری کند و ما یک عضو از 12 عضو این کمیته هستیم. معاون ستاد مبارز با مواد مخدر جمهوری اسلامی میگوید که این کشور 1,325,000 معتاد دارد. این در حالی است که 3 هفته قبل اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تعداد معتادان رسمی در ایران را در مجموع 2 میلیون نفر اعلام کرده بود. بسیاری از کارشناسان ارائه آمار رسمی معتادان در ایران را منطبق با واقعیت نمی دانند. در این خصوص چندی قبل هم علی لاریجانی با انتقاد از عدم ارائه آمار صحیح آسیب‌های اجتماعی گفته بود نباید آمار اعتیاد و طلاق را پنهان کرد. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت کشفیات مواد مخدر از ابتدای امسال تا کنون در کشور 19% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دینپرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در شهر کرد گفت در این مدت 402 تن مواد مخدر کشف شد و در این زمینه 178 هزار قاچاقچی دستگیر شدند. دینپرست افزود دستگیری قاچاقچیان امسال در مقایسه با سال گذشته 16% افزایش داشته است. وی ادامه داد که 1,325,000 معتاد در کشور وجود دارد که بر اساس مسببه هیئت وزیران 5% بودجه اشتغال کشور به اشتغال معتادان پاک شده در کشور اختصاص یافته است. وی گفت 25,000 معتاد پاک نیز باید زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی قرار بگیرند. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان اینکه در کشور 5300 مرکز درمانی و در 18 استان مرکز بازپروری فعالیت می‌کند افزود در هر شهرستان باید یک مرکز درمانی میان مدت دایر شود. وی گفت از مجموع 41,000 معتاد پذیرش شده در کشور 21,000 نفر در تهران هستند. ارائه آمار توسط این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی است که چندی پیش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی تعداد معتادان رسمی در ایران را در مجموع 2 میلیون نفر ذکر کرد. چند ماه پیشتر از فرمانده ناجا هم
مدیر کل سلامت وزارت بهداشت تعداد معتادان قطعی کشور را 2 تا 2,200,000 نفر اعلام کرده بود. ارائه آمار توسط مقامات نیروی انتظامی در حالی است که بسیاری از کارشناسان آمار دولتی در این زمینه را غیر واقعی می‌دانند. در این راستا چند قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود پنهان کردن معضلاتی مانند اعتیاد و طلاق موجب فراگیرتر شدن آنها می شود. باید با کمک گرفتن از رسانه‌ها این موضوعات و تبعات آن را برای خانواده‌ها روشن کرد. لاریجانی تأکید کرده که آمار آسیب‌های اجتماعی باید از دایره محرمانه بودن خارج شده و نتایج بررسی‌ها در این زمینه نباید از مردم و رسانه‌ها پنهان شود. سخنان رئیس مجلس را میتوان تایید ضمنی غیر واقعی بودن آمار رسمی در مورد میزان گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی تلقی کرد. هرچند آماری هم که در خصوص اعتیاد از سوی مسئولان مختلف منتشر می شود با یکدیگر اختلاف دارند. اسرائیل در نظر دارد هفته آینده در ارتباط با آزادی زندانیان فلسطینی از زندانهای این کشور ساخت شهرک‌های جدیدی را نیز به اطلاع عموم برساند. دولت اسرائیل در روزهای پایانی ماه ژوئیه در ارتباط با مذاکرات مستقیم صلح با فلسطینیان متعهد شد در مجموع 104 زندانی فلسطینی را در چند نوبت آزاد کند. اولین و دومین گروه زندانیان فلسطینی در روزهای 13 اوت و 30 اکتبر سال جاری آزاد شدند. اکنون سومین گروه زندانیان که شامل 26 زندانی می شود قرار است روز 29 دسامبر آزاد شوند. دولت اسرائیل همزمان با آزادی فلسطینیان در نوبت‌های قبلی نیز خبر ساخت شهرک‌های جدیدی را منتشر کرده بود. طرح شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطینیان یکی از مهمترین مشکلات موجود برای به ثمر رسیدن مذاکرات صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین است. کارشناسان پزشکی روس میگویند یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان به مرگ طبیعی درگذشته است و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. باقیمانده پیکر یاسر عرفات که 7 سال پیش در سن 75 سالگی درگذشته بود، چند پیش در پی نبش قبر از سوی کارشناسان سوئیسی، فرانسوی و روسی مورد بررسی قرار گرفته بود. کارشناسان فرانسوی نیز مرگ طبیعی را دلیل جان باختن یاسر عرفات دانسته بودند، اما کارشناسان سوئیسی ماه گذشته احتمال مسمومیت او با ماده پولونیوم را رد نکرده بودند. با این حال فائد مصطفی رئیس نمایندگی فلسطینیان در مسکو اعلام کرد تحقیقات کارشناسان روس موجب توقف بررسی‌های بیشتر برای یافتن علت مرگ یاسر عرفات نخواهد شد. حزب اصلی اپوزیسیون بنگلادش اعلام کرد رهبر این حزب تحت حبس خانگی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمشار موبین چودری، معاون رئیس حزب ملی‌گرای بنگلادش گفت از روز چهارشنبه خانم خالد ضیا تحت حبس خانگی قرار گرفته است و پلیس اجازه نمی‌دهد هیچ کس، حتی رهبران حزب و فعالان، با وی دیدار کنند. این در حالی است که پلیس بنگلادش میگوید آنها فقط تدابیر امنیتی را برای خالد ضیا تشدید کردند. وی برگزاری یک تظاهرات سراسری برای تحریم انتخابات ژانویه را خواستار شده بود. خانم خالد ضیا از سال 1991 تا 96 نخست وزیر بنگلادش بود. دولت ترکمنستان سیگار کشیدن در محل‌های عمومی، ادارات، رستوران‌ها و پارک‌ها را ممنوع اعلام کرد. بر پایه این گزارش شرکت‌های خصوصی، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نیز باید این قانون را اجرا کنند. بر اساس قانون جدید، تبلیغ سیگار و تنباکو در رسانه‌ها، مجامع عمومی و مغازه‌های سیگار فروشی نیز ممنوع اعلام شده است. قانون جدید دولت ترکمنستان هدیه دادن سیگار را نیز ممنوع اعلام کرده است. با این وجود دولت متعهد شده کسانی را که به علت استعمال دخانیات به بیماری‌های گوناگون مبتلا شده‌اند درمان کند. دولت تایلند پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات سراسری این کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون نخست وزیر تایلند اعلام کرد این اقدام باعث تشدید خشونت می شود. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که پلیس تایلند بار دیگر به تجمع معترضان مخالف دولت حمله کرده و برای متفرق کردن آنها به استفاده از گاز اشکاور متوسل شد. این حمله به دنبال تجمع مخالفان در مقابل ورزشگاه بانکوک و تلاش برای ایجاد اختلال در برنامه انتخابات ماه آینده میلادی صورت گرفت.
معترضان پیش از این نیز تلاش کرده بودند مانع ثبت نام نامزدهای انتخابات شوند. انتخابات سراسری تایلند برای دوم ماه فوریه برنامه ریزی شده است. روزنامه حریت از عزم دادستانی ترکیه برای آغاز تحقیقات جدید و موج دوم بازداشت‌ها که شامل حدود 30 نفر از جمله نزدیکان خود آقای اردوغان و برخی نمایندگان مجلس است خبر داد. گزارش پیش رو و جزئیات بیشتر. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح الله گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد. رسانه‌های ترکیه پیشتر از احتمال کشیده شدن پای پسر نخست وزیر به این پرونده سخن گفته بودند. در همین راستا دادستانی کل ترکیه طی احضاریه‌ای که تصویر رونوشت آن در سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه منتشر شده از بلال اردوغان پسر نخست وزیر خواسته است که برای بازپرسی درباره احتمال دست داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند. در این احضاریه گفته شده که وی به عنوان فردی مظنون در دست داشتن در فساد مالی باید تا تاریخ دوم ژانویه، یعنی تا یک هفته دیگر، خود را برای بازپرسی معرفی کند و در غیر این صورت بر اساس ماده 146 قانون کیفری قرار بازداشت وی صادر خواهد شد. این احضاریه از طرف معمر آککاش دادستان استانبول صادر شده است. طی روزهای گذشته اخباری پراکنده در مورد احتمال بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان منتشر شده بود، به ویژه پس از اینکه آقای بایراکدار وزیر شهرسازی ترکیه خطاب به اردوغان گفت که برای صلاح مملکت و عدالت خود نخست وزیر هم استعفا کند. بلال اردوغان عضو هیئت مدیره بنیاد خدمت به جوانان و آموزش است و بر اساس گزارش حریت مظنون به استفاده ابزاری از برخی افراد بازداشت شده اخیر برای انجام میلیون ها لیر اختلاس است. در پی افشای پولشویی 87 میلیارد یورویی توسط رضا زراب تاجر ایرانی تبار در ترکیه، 57 نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پولشویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها همکنون 23 نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه، بانک خلق و رضا زراب در بازداشت هستند. اردوغان به خاطر اینکه پلیس ماه‌ها از موضوع فساد مالی خبردار بوده اما به وی گزارش نداده بود، 70 مقام ارشد پلیس را عزل یا محل کار آنها را تغییر داده است. اردوغان همچنین چهارشنبه شب 10 عضو کابینه دولت را تغییر داد. نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت که جنجال اخیر پرونده فساد مالی دسیسه‌ای برای ضربه زدن به استقلال و پیشرفت ترکیه و ساقط کردن دولت است. با بازگشت آقای اردوغان از پاکستان، تغییرات در کابینه دولت به سرعت انجام شد و آقای اردوغان 10 وزیر کابینه خود را با امید به بهبود شرایط تغییر داد. سفارت آمریکا در آنکارا نیز در اطلاعیه‌ای بر روابط خوب خود با کشور ترکیه تاکید کرد و ادعای برخی روزنامه‌ها مبنی بر دخالت این سفارت در امور داخلی این کشور را تکذیب کرد. آقای رجب طیب اردوغان پس از بازگشت از سفر پاکستان بلافاصله به دیدار آقای عبدالله گل ریاست جمهوری رفتند و از تصمیم خودشون مبنی بر تغییرات اساسی در کابینه خبر دادند. تغییراتی که البته پیشتر خود آقای اردوغان تحت عنوان ترمیم کابینه وعده اون رو داده بود، اما به واقع اتفاقات اخیر در ترکیه مزید بر علت شد تا برای حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی در ترکیه این تغییرات هرچه سریعتر انجام بگیره. تغییراتی که به گفته آقای کمال قلیچدار رهبر حزب جمهوریت خلق ترکیه بسیار ضروری بود اما با تأخیر انجام گرفت. به هر حال آقای اردوغان بعد از ملاقات با آقای عبدالله گل در یک برنامه تلویزیونی از تغییر 10 وزیر کابینه خودشون خبر دادن. تغییراتی که همونطور که گفتیم برای مدیریت ثبات اقتصادی و سیاسی در ترکیه ضروری به نظر می‌رسید، اما اتفاقات اخیر در ترکیه که از اون در اینجا به عنوان عملیات 17 دسامبر نام برده میشه دست کم تأثیر خودش رو در حوزه اقتصاد در این چند روزه گذاشته. از جمله ما شاهد کاهش ارزش لیر در مقابل
دلار بودیم. همینطور این تغییرات گسترده به نحوی باعث شگفتی برخی رسانه ها هم شده و از این تغییرات تحت عنوان یک شوک جدید و سورپرایز نام بردن. اشاره هم بکنیم به تیتر جالب روزنامه حریت که تیتر زده بود سه پدر رفتن و اشاره این روزنامه در واقع به سه وزیری هستن که فرزندان اونها در جریان دستگیری های اخیر متهم به فساد مالی بودن. همینطور روز پنجشنبه سفارت امریکا اطلاعیه‌ای رو در همین زمینه صادر کرد و ادعای برخی رسانه‌ها رو مبنی بر دخالت کارمندان سفارت امریکا در امور داخلی ترکیه تکذیب کرد و در این اطلاعیه گفت که هیچ کس نمیتونه با طرح اتهامات عمدی روابط خوب امریکا و ترکیه رو در خطر بیندازه. ما همینطور شاهد یک واکنش بسیار متفاوت تر از خود دولت نسبت به این وقایع از سوی آقای عبدالله گل ریاست جمهوری بودیم. ایشون گفتن در کشوری که فساد، خطا و کلاهبرداری صورت میگیره نمیتوان بر روی اون سرپوش گذاشت. بر روی ترکیه در چند سال گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به ویژه در عرصه توسعه اقتصادی داشته، اما به نظر میرسه که اتفاقات اخیر در ترکیه دست کم حزب عدالت و توسعه رو با چالشی بزرگ که در یک دهه گذشته بی سابقه بوده روبرو کرده، به ویژه اینکه در ماه‌های آینده انتخابات محلی در پیش رو هست و به نظر میرسه که این ماه‌ها در واقع فضای سیاسی ترکیه بسیار پر جنب و جوش در این زمینه باشه. گزارشی بود از همکارمان مهیستان بختیاری از ترکیه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با نبیل فهمی همتای مصری خود درباره تحولات اخیر آن کشور با او گفتگو کرده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای کری، اقدامات خشونت‌آمیز روزهای اخیر از جمله بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در یک مقر پلیس در شهر المنصوره و همچنین انفجار روز گذشته در یک اتوبوس شهری در قاهره را به شدت محکوم کرد، اما در عین حال گفت ایالات متحده از آشتی ملی و یک فرایند فراگیر سیاسی با مشارکت تمامی گروه‌ها در طیف سیاسی مصر حمایت می‌کند. در مورد تصمیم اخیر دولت انتقالی مصر در اعلام گروه اسلامگرای اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی، جان کری این تصمیم و همچنین برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت اعضای این گروه را نگران کننده خواند. انفجار یک اتوبوس در برابر دانشگاه الازهر در استان نصر قاهره یک کشته و چند زخمی به جای گذاشت. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از حملات مسلحانه به نیروهای امنیتی و بمب‌گذاری در نقاط مختلف مصر انتشار یافته که منابع دولتی آن را به گروه‌های تندرو اسلامگرا نسبت دادند. روز چهارشنبه دولت مصر گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را با این اقدامات مرتبط دانست و آن را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. در همین راستا نیروهای امنیتی مصر برای نخستین بار 16 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام عضویت در این گروه تروریستی دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری ها انفجار یک اتوبوس در برابر دانشگاه الزهرا در قاهره دست کم یک کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. تا کنون اخبار دقیقی از تعداد تلفات و یا خسارات وارده در منطقه نصر واقع در قاهره منتشر نشده است. همچنین گزارش های خبری از خونسا شدن یک بمب دیگر در محل حادثه حکایت دارند. در ادامه رویدادهای مصر، نیروهای امنیتی این کشور 16 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به اتهام عضویت در این گروه تروریستی دستگیر کردند. این نخستین بار است که اعضای این گروه اسلامگرا با این اتهام دستگیر می شوند. این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت می گیرد که دولت موقت مصر اخوان المسلمین را گروهی تروریستی اعلام کرد. اعلام گروه اخوان المسلمین به عنوان گروهی تروریستی در حالی صورت گرفته است که بسیاری از رهبران آن از جمله احمد بدی رهبر ارشدش در زندان به سر می برند. روند دستگیری سران و اعضای اخوان المسلمین حدود 5 ماه پیش پس از برکناری محمد مرسی از رهبران این گروه توسط ارتش آغاز شده است. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است دایره عمومی حمایت از مالکیت معنوی با هماهنگی مؤسسه مطبوعاتی الاهرام که چاپ روزنامه آزادی و عدالت را بر عهده دارد اقدام به متوقف کردن چاپ این روزنامه کرده و انتشار این روزنامه از این پس ممنوع است. بنابراین بیانیه این اقدام در راستای اجرای فرمان دولت موقت مصر در شناسایی اخوان المسلمین به عنوان گروهی تروریستی صورت گرفته است.
دولت موقت مصر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار انتحاری روز سه‌شنبه متهم کرده و این گروه را تروریستی دانست. این اقدام دولت مصر در حالی صورت گرفته است که اخوان المسلمین انفجار انتحاری را محکوم کرده و گروهی به نام یاوران بیت المقدس مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفته است. در واکنش به اقدامات دولت مصر، گروه اخوان المسلمین مصر با انتقاد از تصمیم اخیر دولت این کشور مبنی بر تروریست خواندن این تشکیلات اعلام کرد که به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ابراهیم منیر یکی از رهبران اخوان المسلمین عنوان داشت که تظاهرات این گروه همچنان ادامه خواهد داشت و ما در برابر تصمیم دولت مصر مبنی بر تروریست خواندن این تشکیلات می‌ایستیم. وی در ادامه افزود این تصمیم دولت یک تصمیم کاملا نادرست و باطل است. اشرف بدرالدین عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین هم عنوان داشت که تشکیلات اخوان المسلمین به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و ما در طول چند دهه گذشته شاهد آن بودیم که تمام دولت‌ها سعی کردند این گروه را از بین ببرند اما نتوانستند. اخوان المسلمین در سال 1928 با هدف برقراری نظام سیاسی اسلامی در مصر و سایر کشورهای عرب پایه‌گذاری شد و به فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی و اجتماعی پرداخت. این گروه طی دهه‌های بعد بارها به دست داشتن در اقدامات خشونت‌آمیز سیاسی من جمله ترور جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر متهم و فعالیت‌های آن ممنوع شد. در دوره ریاست جمهوری انور سادات از فشار بر این گروه کاسته شد و وابستگان آن توانستند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. پس از سرنگونی حسنی مبارک، اخوان المسلمین با داشتن تشکیلات گسترده و سابقه طولانی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان مهمترین گروه در صحنه سیاسی مصر به فعالیت پرداخت و با ایجاد حزب آزادی و عدالت به پیروزی در انتخابات پارلمانی سال 2011 دست یافت. در انتخابات ریاست جمهوری جوان سال 2012 نیز محمد مرسی نامزد این حزب توانست بر سایر رقیبان خود پیروز شود و به ریاست جمهوری مصر برسد. از اواخر همان سال تجمع‌های اعتراضی علیه برخی اقدامات دولت مرسی شدت گرفت که به تجمع گسترده مخالفان در اواخر ماه جوان و اقدام ارتش به برکناری وی در روز سوم ژوئیه منجر شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت ایران از غنی‌ترین کشورهای دنیا از نظر ظرفیت‌های گردشگری است، اما سهم مالی بسیار ناچیزی در این حوزه دارد. به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی افزوده است آخرین آمار گردشگری خارجی نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود 1035 میلیارد دلار درآمد گردشگری در کشورهای مختلف چرخیده که سهم ما از آن خیلی خیلی ناچیز بوده و علت‌های زیادی برای این عقب ماندگی وجود دارد. رئیس سازمان میراث فرهنگی بازاریابی ضعیف را هم از دیگر دلایل ضعف در حوزه گردشگری برشمرد. محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده استانی اشرفیه با تاکید بر سالم بودن برنج‌های منطقه شمال کشور میگوید ما باور داریم مافیایی در این قضیه دست دارد. به گزارش روز آنلاین، آقای قربانی در گفتگو با این رسانه آلوده خواندن برخی از برنج‌های داخلی را اشتباه فاحش سازمان غذا و دارو دانسته و گفته است کمیسیونی متشکل از کارشناسان خانه برنج ایران، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت در حوزه غذا و دارو و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع هستند. ماجرای برنج‌های آلوده و تهدید سلامت شهروندان ایرانی سال‌هاست که با تکذیب و تایید مسئولان مختلف روبرو بوده و نگرانی از سرطان زا بودن برنج‌های هندی و پاکستانی قدمتی به اندازه عمر واردات برنج از این کشورها دارد. چند پیش اما سازمان غذا و دارو پای برخی برنج‌های ایرانی را هم به میان کشید و آنها را هم در فهرست برنج‌های آلوده اعلام کرد.
حکم شلاق 3 نفر در میدان مرکزی شهر دهدشت واقع در استان کهگیلویه در ملأ عام اجرا شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجید کرمی دادستان کهگیلویه گفت این 3 نفر به جرم مشارکت در سرقت سیم‌های برق و سرقت از مغازه‌ها به مجازات شلاق در ملأ عام محکوم شدند و هر کدام 74 ضربه شلاق خوردند. دادستان کهگیلویه همچنین گفت برای حفظ امنیت و ایجاد امنیت پایدار در شهرستان از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. از طرف خودم و تحریریه خبر، شب و روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.